به خانواده خدا شالوم به همه عزیزانی که اینجا تشریف بردم ما امروز لایف ستریم نداریم فقط زب میشه که بتونیم توی یوتیوب ما بذاریم همینطور که الان متوجه شدین موضوع موزه امروز خیرت خانه تو مرا خورده هست ما هفته آینده روز شنبه که ماینده ماست یعنی گرده همه اعضای کلیسای آلفا اومگا اینجا جمع میشیم و میخوایم در مورد برنامه های کلیسا در مورد ویزیون کلیسا در مورد این سال جدید 2023 در موردش صحبت کنیم و برنامه ریزی کنیم ببینیم که خدا در چه مسیری ما رو میخواد هدایت کنه و در مورد بخشا میخوایم صحبت کنیم و چیزهای پروگرام های جدیدی که میخوایم یعنی احساس میکنیم روی قداس ما رو هدایت میکنه در مورد نوجوانان جوانان و بخشای دیگه هست و آنجا احتیاج هست که اعضای کلیسا, ازای کلیسا، کسانی که واقعا باور میکنن و میدونن که من عضوی از این بدن مسیح در آلف اومگا هستم بتونن اینجا شرکت کنن و اونجا بتونیم با هم دیگه مثل یک خانواده جمع بشیم خانواده الهی خداوند جمع بشیم و بتونیم مرال در مورد بخشهایی که خدا در دلمان گذاشته خادمین گذاشته بتونیم در میون بذاریم فقط متاسفانه بعد از کرونا اصلا کلا ما دیدمون اصلا کلا طوری شده که اصلا ما نمیدونیم که کیا هستن که عضو کلیسا هستن خیلی هستن که زمانی که ما جلسه ای عبادتی ما آنلاین کردیم خیلی هستن که اون زمان برال مهم بود که بتونین اونجا هر چقدر نمیتونین توی کلیسا شرکت کنین برال بتونین از طرف یوتیوب و همینطور از طرف فیسبوک میتونی نگاه کنیم فقط از زمانی که کرونا هم تمام شد دیگه یواش شاید میتونم بگم افراد دیگه عادت کردن به تلویزیون یا به این چیز موبایل یا از طرف آیپد و اینطوری چیزها نگاه, نگاه بکنیم و به این خاطر الانم که نگاه میکنم معمولا کلیسامون اینطوری که قبل از کرونا بود تقریبا 160 نفر بودیم الان برا می میبینیم خیلی کلیسا خالیه و افرادی هستم که ما نمیدونیم الان هستن نیستن میان کلیسا از کلیسا رفتن هیچ اطلاعی نداره ما روز تقریبا دو هفته پیش بود تو یه چیز اینستاگرام نه ببخشید تو تلگرام بود این دعوت رو کردیم و امروز هم دوباره دعوت می‌کنیم کسانی که واقعا خودشون عضو کلیسا الفا میدونن می که حداقل مسئولیت داشته باشن که بتونن بیان فقط به ما نمیدونیم دلیلش چیه که الان کلیسا خالیه و افراد نمیان شاید میگم که شاید عادت کردن شاید هم اینه که اصلا یک مشکلی هست که ما الان معنی کلیسا رو الان فراموش کردیم و اصلا درستم شایدم شاید هم از چشممون برداشته شده اصلا کلیسا فکر میکنیم فقط روز یک شنبه هست که ما اینجا جمع میشیم با همینطور یک یکم مشارکت داریم بعد از مشارکت میریم خونه تقریبا چند سال پیش بود که هنوز تو کلیسای گلوکشراسه بودیم اونجا برای کلیسا پر بود همه می همه با اشتیاق می و همینطور هم بعد از جلسه ما وقت هم داشتیم با هم شام میخوردیم یا یا شام بود و با هم مشارکت داشتیم یک رابطه هایی بود که اونجا برال ما رو خوش میکرد و اونجا هم با هم دیگه هم بیشتر هم آشنا میشدیم فقط میگم که احساس میکنم اصلا کلا اعضای کلیسای آلفا یا به حال ایماندارا هستن اصلا کلا دیدشون از یا بیشتر بگم معنی کلیسا رو از دست دادن یعنی نمیدونن کلیسا دیگه چیه فقط یک ساختمونی میبینن که ما اینجا جمع میشیم فقط فراموش کردیم که ما یک جامعه الهی هستیم و یک مسئولیت بزرگی داریم در این دنیا زمانی که کشور آلمان رو نگاه می کنیم کشور آلمان بر حال یا شهرهایی که توی آلمان هستن برای جامعه سکولار هست یا افراد الان اونجا بر حال یک سازمان سازمان هستن اداره هستن پلیس و نمیدونم دادگاهی هستن همه چیز این سیاست مداران همه چی رو برای فراهم کردن که کلیس، که آلمان کشور آلمان یک کشور امنی باشه و همه جاهای خودشون دارن و همه چیز که سعی میکنن برای با نظم و ترتیب حال این با این قانون‌ها، این کشور رو هدایت کنن و بخش مختلف هست هستن که در آلمان وجود داره و خیلی افرادی که پناهنده هستن میان آلمان چون میگن که چه چرا چون میگن که آلمان یک جای امنی هست چرا به خاطر اینکه قانونایی که قانون اینجا گذاشته شده و همینطور هم نظم و ترتیبم تو آلمان هم هست از, از این طریق آلمان زمانی که کشور آلمان صحبت میکنیم یه چیز مثبت همه میبینن جامعه یا کشورهای دیگه و الان هم باید اینطوری نگاه کنیم ما یک جامعه الهی هم داریم این جای جامعه الهی الهی کلیساست یه جامعه هست که یا خانه خداست که ما صحبت می که مقدسین با همینجا جمع میشیم و وظیفه کلیسا اینه که همینطور که در آلمان که میتونیم تونیم کنیم آلمان رو آلمان برای کشوری هست که زکولار با قانونهای خودشه و قانونهای آلمان خدا رو شکر برحال اکثریت قانونهای خوبی هستن یعنی برای انسان انسان دوستیه و الان هم زمانی که میایم به این جامعه الهی قرار میگیریم اونجا دیگه قانون های خداست فقط چیزی فرق نکرده الان اینجا در این جامعه همینطور بخش های مختلف هستن و زمانی که عیسی مسیح در مورد صحبت میکنه که نه کلیسا یعنی مشارکت چیز مقدسین یا میتونم بگم همینطور عیسی هم کتاب مقدس عنوان شده که بدن مسیح یعنی یک سیستم یک ارگانیزم ما جمع میشیم. ما فقط یک جایی نیست که ما میاییم اینجا کلام رو میشنویم و میریم بلکه یک ارگانیزمه که ارگانیزم با هم کار میکنن و همینطور هم با هم دیگه تشویق میکنن بنا میکنن و این دستی که الان من دارم توی یک یک این بدن وس شده و این دست الان یک مسئولیتی داری برای این بدن و زمانی که عیسی مسیح ما رو نجات میده و زمانی که نگاه میکنیم عیسی مسیح چطور نجات داده زمانی که رفت روی صلیب اونجا مرد برای کفاره گناه های ما بعد از این بعض مردگان برخواست با این قدرت قیامت که آمد بیرون یک جامعه جدید خلق کرده به این خاطر زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح وارد وارد چی میشه وارد این بدنه که عیسی مسیح از مردگان برخیزانیده هست در اونجا قرار گرفتیم به این خاطر ما حیات جاودانی رو داریم جز جامعه الهی خدا هستیم آمین جامعه الهی و یک جامعه مربوط به مشارکته کشور آلمان بخش خیلی زیادی هست و هشتاد میلیون نفر اونجا زندگی میکنن و همه جایگاه خودشون دارن اینطوری آلمان چی میشه تشکیل میشه یا پیشرفت میکنه و دایما چیزای قانونهای های هم قرار میگیره و همه که در این اطاعت این قانونها ها باشن این کشورم هم همینطور خیلی خوب خیلی کاملتر و بهترم چیز خواهد کرد رشد خواهد کرد همینطور هم باید نگاه کنیم عزیزان زمانی که در مورد کلیسا صحبت میکنین سعی کنین این ارگانیزم رو نگاه کنین بدن مسیر رو نگاه کنید. جامعه الهی نگاه کنیم. توی کتاب مقدس اینجا یا اینطوری بگم یه کسی که وارد آلمان میشه یک شخصی الان شما همه از خارج آمدین منم همینطور زمانی که آل وارد آلمان میشین دیگه اونجا توی این جامعه قرار میگیرین زیر این قانونها قرار میگیرین شما در آلمان هستید قانونهای آلمانه که باید رعایت کنید زندگی کنید و خدا رو شکر آلمان یه کشوری هم هست که به همه ما این... این امکانات رو میده بتونیم اینجا به حال تحصیل کنیم مجانی بریم مدرسه مجانی بریم توی دانشگاه این قانون کشورهای دیگه اونجا باید پول بدین بعد شما آمدین در آلمان و الان باید رعایت کنین و همینطور هم حال با قانون ها باید زندگی کنیم الان زمانی که یه کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره به مرگ و قیامت عیسی مسیح ایمان میاره عیسی مسیح رو عنوان خداوند قبول میکنه میاد در مسیح قرار میگیره ما در مسیح هستیم در این بدن مسیح هستیم اگه مسیح رو میخواین شاید ظاهران کنیم مثل اینکه واقعا یک کشوری هست که فقط مسیحی ها همجا هستن و یک سیاستمدار هست یا بیشتر یک پادشاه هست اسمش عیسی مسیحه و او قانون ها رو گذاشته و طبق این باید من الان زندگی کنم و کشور آلمان هم همینطور هم که به ما این فرصت رو میده این ام، امکانات رو میده در همه قسمت ها رشد کنیم یا و همینطور یه کسی که می‌خواد اینجا میخواد بره دانشگاه آلمان میگه باشه که باید به آینس رو به رو انجام بدیم بعد از این شاید هم سه آینس هم همینطور بعد از این امکانی میشه که بتونیم بریم توی دانشگاه اونجا برای هر رشته ای هست که بتونیم بخونیم و معمولا ما هم چیز خیلی عالی خیلی خوبه خوشحال هستم که افرادی هستن که میان اینجا فقط نمیرن اینجا فقط فقط کار کنن ربطی به سنم داره نه فقط به حال دوست دارن یک شغلی پیدا میکنن جالبه که آربایتس آمت اونجا به ما این فرصت رو میده ما میتونیم بریم اینجا صحبت کنیم بگیم که من میخوام این شغل رو بکنم، اونجا کمک میکنن که بتونم اینجا پیشرفت کنم الان هم همینطور میخوایم نگاه کنیم زمانی که در مسیح هستیم عیسی مسیح همینطور به ما این فرصت رو میده این امکانات رو میده در او در این بدن رشد کنیم و همه چی مجانه و همه چی زیر فیض خدا هر چیزی که ما احتیاج داریم که به اون خاندگی برسیم این خاندگی او که ما رو خوانده اون پدر آسمونی که ما رو خلق کرده و استعدادها رو عطا رو به ما بخشیده بتونیم اینجا در اختیار این جامعه بذاریم در اختیار این کشور ایسا بذاریم میخوام درست متوجه بشین عزیزان شما یا کسی که ایمان آورده به ایسا مسیح در مسیه چون ایسا رو قبول کردم عنوان خداوند و ایسا مسیح در قلب من ساکن و حاکم شده اتوماتیک من وارد الان در در بدن در ارگانیزم ایسای مسیح هستم و اینجا زمانی که وارد مسیح هستم در, در کلیسا مثلا میگم یا, در بدن مسیح با قانون های خدا که زمانی که زندگی میکنم همینطور افراد که آلمان رو نگاه میکنن با قانون های خودشون و همینطور مقایسه میکنن با کشورهای دیگه میگن مثلا الان ایتالیا مثلا جای خیلی خوبه خیلی دیباس برای اورلاب خوبه فقط اونجا زندگی کردن اصلا نمیشه چون قانوناشون درست نیست و همینطور هم میرن توی کشور دیگه ترکیه میخوام برن اونجا میبینن هوا هم همه چی خوبه خیلی عالی و خیلی شاید فرهنگ ما بیه کم هم اونجا میسازه فقط اونجا امنی نیست دائما میشه یک چیزی عم... عوض عوض کرد یک کشوری هم در این دنیا وجود نداره که بگیم که کشور واقعا عالی همه چی خوبه و زمانی که پس وارد این جامعه م... جامعه یا بدن مسیح میشیم الان این مسیح بدنه که تمام این فیضی که درونش هست عدالتی که درون هست راستی که درون هست هر چیزایی که در مسیح هست باید در این جامعه دیده بشه رفتارهای ما باید نمایان بکنن که پادشاه ما کی هست چه کشوری هستیم در کتاب مقدس اینجا نوشته در اول تیموتیوس میگه که میگه که پولس میگه که چگونه باید در خانه خدا الان ما هستیم عزیزان در خانه خدا رفتار کنیم که کلیسای خدای حی که ستون و بنیاد راستی است پس هر کسی که وارد بگم کشور عیسی مسیح میشه بگیم این کشور ایسای مسیح <applause> کشور ایسای مسیح یعنی خانه خدا میشیم هر کسی که وارد میشه از زندگی ما از رفتار ما باید که میگه که ستون ستون و بنیاد راستیس باید با کی آشنا بشن با خدا آشنا بشن چون قانونهای خدا هستن اینجا و ما زمانی که ما رعایت میکنیم اونجاست که عیسی مسیح دیده بشه متوجه شدیم پس بینید که کلیسا فقط یک ساختمونی نیست یک جامعه الهی است همینطورم که در در افسیسیان باب دو آیه 19 میگه که پس دیگه نه بیگانه و اجنبی بلکه چی؟ هموطن مقدسان و عضو خانواده خدا هستیم ما این هستیم ما عزیزان دیگه بیگانه نیستیم دیگه در این دنیا در, در این دنیا پرکنده نشدیم یا گم شدیم الان خدا ما رو از اون جامعه ورداشته و اوورده توی جامعه خودش الان ما هم در خانه خدا هستم و میگه که بلکه هموطن مقدسان طبیعت خدا در من قرار گرفته من در مسیح هستم عضو خانه خدا هستم ما بعضی وقت ما میگیم که ما جزء خانواده خدا هستیم پس زندگی ما اینطوری میکنیم مثل اینکه اصلا بیشتر خانواده این دنیا هستیم دنیای میگم سکولار به این خاطر زمانی یک کسی که این دیدش رو از کلیسا برداشته و متوجه نیست که جز بدن خدا هست بدن عیسی مسیح هست به این خاطر کلیسا دیگه معنی نداره چرا باید بیام کلیسا یک شنبه پس همینطور از ویدیو از،, از, تلویزیون از این هر چیزی که هست میتونم نگاه کنم دیگه خیلی راحت هست مشارکتم هم احتیاج میرم اونجا باید اونجا حرف بزنم نمیدونم برای هزار تا چیزایی هستن که دلیلایی هست که ما میگیم و خیلی هستن اصلا کلا دور شدن از کلیسا و یه کسی که واقعا دیدشو از کلیسا یعنی شناختی که از کلیسا داره یا تصویر اشتباهی از کلیسا داره سست میشه بی تفاوت میشه بعد میگه که بعضی هست که من زمانی که صحبت میکنم میگن که برادر, را برادر راحت باشین من کلام در کلام هستم خب باشه در کلام هستی عزیزم در کلام هستی؟ بله در کلام چی میگه؟ کلام میگه برو کلیسا برو در این جامعه من در, در این ارگانیسم من تو یک عضوی از این بدن هستی تو مهم هستی و من میخوام از تو استفاده کنم تو میخوام, تو میخوام از تو یک برکتی بسازم برای این کلیسا برای بدن من تو عضو مهمی هستی و میخوام به وسیله تو به این دنیا نشون بدم یه خدای حی وجود داره پس اگر تو در کلام هستی در دعا هستی پس جای تو اینجا باید باشه هیچ موقع خدا ضد خودش حرف نمیزنه ما هستیم که یک انجیل شخصی خودمون درست میکنیم و میگیم که من فکر میکنم احتیاج نیست حتما باید بیام من زندگی خودم رابطه من با خدا عالیه عزیزان من باور نمیکنم. کنم نیست که خدا دوستت نداره منظورت نیست که خدا تو رو ترک کرده هیچ موقع خدا علیه کلام خودش عمل نمیکنه ما میتونیم کنار بکشیم برای یک مدت ملاقات با خدا داشته باشیم فقط خدا به ما این استعدادها عطاها رو بخشیده به بدن خودش و الان این شست این دستی که الان من دارم که در آلبرته درسته؟ این در آلبرته دیگه این الان در آلبرته این نمیتونه جدا بشه که بگه که من الان احتیاج به این بدن ندارم من خودم میتونم زندگی خودم رو انجام بدم پس این دست هیچ موقع به خاندگی خودش نخواهد رسید خوش خواهد شد خواهد مرد پس یه کسی که فهمیده که این دست متعلق به این بدن آلبرته پس همه کارا رو انجام میده که سالم رشد کنه که این بدن رو نوازش کنه یعنی میدونم هر کاری که این در بدن هست که بتونه انجام بده موافق هستی یا نه؟ خدا رو شکر به این خاطر در في افسسیون باب 4 11 تا اینجا میگه که عیسی بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلم را برای تکمیل مقدسین برای کار خدمت برای بنای بدن مسیح. عزیزم زمانی که تو میگی که من ایماندار هستم و روح خدا در من قرار گرفته برای بدن مسیح تو اونجا گذاشته شدی تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان انسانی کامل به اندازه قامت پری مسیح پر برسیم همه با هم این بدن همه با هم به این بگم که به این انسان کامل به اندازه قامت پوری مسیح بتونیم برسیم. یه کسی که واقعا کلام پادشاهی خدا را فهمیده انجیل پادشاهی خدا را فهمیده معنی کلیسا رو بدن مسیح رو پس مکاشفه شده احترام بیزاره در اونه زندگی میکنه دوباره بگم کسی که انجیل نه نجات رو من نجات پیدا کردم خدافز صبر میکنم تا عیسی مسیح بیاد بلکه انجیل یعنی خبر خوش دعوت پادشاهی خدا رو فهمیده و باور میکنه معنی کلیسا رو بدن مسیح رو احترام میذاره و بعد درونش زندگی میکنه و مخصوصا یه غیرتی داره برای خدا کسی هست میتونه بگه آمین؟ زمانی که به عیسی مسیح نگاه میکنیم زمانی که دوازده سالش بود زمانی که پدر مادرشون رفتن اورشلیم برای عبادت بعد از این عیسی مسیح که اونجا میخونیم که سه روز پدر مادرشون اونجا دنبالش بودن که پیداش میکردن بعد از سه روز میره میرن و اونجا توی هیکل رو پیدا میکنن توی خانه خدا او رو پیدا میکنن و بعد از این میگن که پسر دوازده ساله ها معمولا دوازده ساله ما اینجا بازی میکنیم دنبال اسباب بازی هستیم این کار رو میکنیم فقط اینجا میبینی که روح خدا در ایساست ایسا جایی هست که خانه خداست کشیده میشه اونجا دوازده سالشه روح خدا عزیزم روح خدا که در توست میکشه توی خانه خدا اگه این نیست یک مشکلی داری یا تولد تازه رو نداری یا دیگه اونقدر بی تفاوت شدی به کلیسا و معنی کلیسا رو نفهمیدی یا مشکل های دیگه هم هستن فقط یه کسی که روح خدا درونشه اتوماتیک کشیده میشه این دوازده سالش بود و بعد از این پدر مادر آمدن که که چرا نمیدونم شروع کردن ناراحت شدن برای من بعد از این عیسی مسیح اینجا میگه برای چه مرا طلب میکردید مگر ندانستید که باید من در امور پدر خود باشم مگر نمیدونستید جای من اونجاست اونجا نفس میکشم اونجا زندگی میکنم اینجاست خانه پدر خانه بابا مگر نمیدانستید که موصف هستم در خانه پدرم باشم اینجا باید باشم جای من اونجاست مزامیرهای زیادی هستن اونجا نوشته و بعد از اینم که دوازده سالش بود بعد از اینکه رفت بعد از اینکه از سن سی سالگی خدمت خودش رو شروع کرد و رفت در یوحنا باب دو آیه 16 میخونیم که چطور رفت توی خانه خدا خانه باباش خانه پدرش که اونجا گفته که من جایی باشه باید باشم که خانه بعد خانه پدرمه و الان این دفعه که میره و میگه که بعد از این یه تنابی برمی داره و اینجا میگه که کبوتر فروشان گفت اینها را از اینجا بیرون برید و خانه پدر من و خانه تجارت مسازید یا به بازار تبدیل نکنید اینجا این غیرتی که عیسی مسیحی که داشت چون رفت توی خانه پدر دیده که خانه پدرش یه کاری کردن خانه پدر یه جایی باید باشه که جلال پدر باید اونجا دیده بشه جلال خدا باید اینجا دیده بشه از این رفتارها از این زندگی واقعا اونجا دنیا باید سی با خدا خدای حی آشنا بشن بنیاد ستون و بنیاد راستی باید سی می بود الان چی شده یه بازار خونه شده همه میان خدمت میکنه کارهایی میکنن فقط هیچ جلالی دیده نمیشه مگر نمی نمیدونستی خانه خانه خدا خانه عبادت خانه دعاست که اینجاست که ما باید ارتباط با خدا داشته باشیم فقط چیزی که عیسی مسیح داشت این غیرتی داشت برای خانه خدا خانه پدرش به این خاطر این تناب رو ورداشت و هر گناهی بود هر چیزایی بود انداخت بیرون هر چیزایی که کارهای انسانی بود بیرون انداخت این میشه یه کسی که فهمیده مکاشفه شده که و همینطورم هم انجیل پادشاهی خدا رو دعوت خدا رو فهمیده یک غیرتی به دست میاره برای کلیسا من چطور میتونم اجازه بدم در این کلیسا مثلا در این این, این مشارکت ها در این میگم که اشتباهات یا گناهان در این کلیسا باشه من مواظب به بدن مسیح میشم اگه یه کسی که غیرت داره عزیزم برای خانه خدا اولین چیزی که میکنه که خودش رو سعی میکنه پاک نگه دارن، نگه داشته من آلبرت بابایان نه پاستور آلبرت بابایان یک سلولی در این بدن هستم بدن مسیح این سلول باید پاک بمونه این سلول باید ویروسی اجازه نداشته باشه توش بیاد این ویروس بقیه رو آلوده میکنه پس یه کسی که فهمیده مکاشفه شده و دعوت خودش رو فهمیده پس اولین چیزی هست خودش رو پاک نگه میداره از تمام فکرهای منفی قانون خدا رو داریم کتاب مقدس رو داریم روح القدس رو به ما داده شده که به ما کمک کنه معلمی داریم که ما رو هدایت میکنه تسلی دهنده ای داریم که منو رو روان درمانی میکنه پس من کوشش میکنم همه کارا رو انجام بدم که اول من در سلامتی زندگی کنم من در این رابطه درست با خدا زندگی کنم همزمان دیگه چون عضوی از بدن مسیح هستم خودم رو میسپارم به بدن میگم این سلول اونجا تکروی نمیکنه بلکه این سلول اونجا گذاشته شده که سلولای های دیگه رو کمک کنه راهنمایی کنه تسلی بده حتی توبیخ کنه زمانی که یه سلولی دیدی که اونجا ویروسی آمد سعی میکنه کمکش کنه که این ویروس بیرون بیاد چون این ویروس تمام بدن رو مریض میکنه سه سال پیش این ویروس کرونا آمده دنیا رو اصلا هم بچی رو به هم ریخته پس این غیرت غیرتی که عیسی مسیح داشت عزیزان برای خانه خودش و بعد از اینکه از مردگان برخواست با یک با یک جسد با یک بدن جدید بدنی که قیام کرده بدن این ابدی الان ما رو اونجا قرار گذاشته ما در مسیح نیستیم که زمانی که انسان بود متوجه هستین ما با او مردیم فقط بعد از این با او قیام کردیم ما در بدن قیام کرده مسیح هستیم به این خاطر زمانی که اینو متوجه شدم من در ارگانیسم عیسی مسیح قرار گرفتم چه افتخار بزرگیه او ششمان من رو باز کرده واقعا به شما میگم اون رو از جنم من رو باز خرید کرده و تو رو باز خرید کرده الان نه فقط این بلکه تو بدن خودش رو گذاشته بعدا میگه که همه کارا رو برای تو میکنم که تو پاک بی و محبت اونجا قرار بگیری تمام امکانات رو به تو میدم که به اون خاندگی تو رسی. این استعدادهایی که به تو دانی این خاندگی که هست به اونجا بتونی برسی اگر چشم هستی پس کوشش کن چشم بشی اگر تو یک یک شستی هستی شست دست باشی کوشش کن اونجا بکنی من همه کارا رو انجام میدم اگر تو دهن باید باشه هر چیزایی هست اون روح که ما رو هدایت میکنه در اونجا وس بشیم و اونجاست عزیزان این آرامش مست خداوند میاد و خیلی هستن در سردرگمی زندگی میکنن چون معنی کلیسا رو نمیفهمن و همینطورم دنبال چیزای دنیایی هستیم من خوشحال هستم که افرادی هستن که تحصیل میکنن خوشحال هستم که افرادی هستن که میرن دانشگاه خوشحال هستم افرادی هستن که اه اه چیز خدمت تجاری یا کار تجاری میکنن در این رشته میکنن خوشحال هستم اولین چیز مهمیه ما باید یک نمونهای در این دنیا باشیم فقط چیزی که احتیاج داریم در این قدرت یا این غیرت برای خانه خدا باید داشته باشیم که همزمان که در این دنیا تحصیل می کنیم همزمان موازه به بدن مسیح هستیم چون معمولیت ما از خداوند گرفتیم مسئولیتی از خداوند گرفتیم مسیح رو نمایان سازیم این خاندگی کلیساز بدن مسیحه هر کسی ایسا رو دید پدر رو دید و هر کسی که آلفا آمگا رو بینه باید ایسا مسیح رو ببینه از رفتار ما با هم دیگه از مشارکتی که با هم داریم تک تنها در این دنیا میتونم یک شهادتی باشم فقط زمانی که جامعه الهی مقدسین با هم جمع میشن و با هم مشارکت صمیمانه خوب دارن یک کسی هست که اینجا پزشک نشسته مثالی میگم کنار یک یک بگم یک دانش, دانش یک کسی هست که الان نمیخوام یک کسی هست که بگم بیکاره و اونجا نشسته و هیچ تحصیلی نداشته نشسته مثلا میگم پیش یک 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 دکتر یا یک وکیل و با همدیگه مشارکت دارن در این دنیا این رو وجود نداره اونجا مقام های مخصوصی هستن هیچ موقع یک دکتر مثلا مثال میگم یا پزشک چیز نمیشینه با یک مثال میگم یک کسی که هیچ تحصیلاتی نداره اینجا بشینه با هم دیگه مشارکت داشته باشن پس زمانی که کلیس زمانی که افراد میان کلیسا میبینن که از جامعه جامعه مختلف ما اینجا هستیم از یا جامعه از ببخشید نه از جامعه نه از طبقات مختلف هستیم فقط با روح روح عیسی مسیح با هم ملاقات داریم آرامش داریم، با هست همدیگه برکت میگیریم یک دانشمندی که اینجا نشسته و یک میگم یک کسی که بیکار اونجا یا بیکار نمیخوام بگم چیز منفی یک کسی هست که تحصیلاتی نداره یک مردی هست که مثلا 60 65 سالشه و او باعث میشه که اون مردی که تحصیل کرده است برکت بگیره به وسیله روح خدا اینجاست که نگاه میکنه این چه جامعه ای هست اینجا نگاه میکنی به این دنیا میگی که فرق میکنه این جامعه از این دنیا موافق هستین ما نگاه نمی کنیم هر کسی که میاد اینجا الان مثال میگم یک مقام بزرگی داره الان میگیم آه شما یه چیزی مخصوصی هستی خوش اومد نه همه گم شده هستن و همه با یک چشم نگاه میکنیم اینا احتیاج به نجات دارن عیسی دوستشون داره افرادی بودن من تو کلیسا آلمانی زبان بودن اونجا چیز بودن شیطان پرست بودن و با این لباس های چیز لباس های همون چرمی میگن چرمی چرم. 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 می اومدن اونجا تتوویر همه چیز اینطوری می اومدن اونجا می آمدن می رفتیم اونجا خوش اومد میگفتیم خوش اومدین خواهش میکنه میتونی بشینیم جوت میکنیم برای این چیز و خودشون توجه میکردن که چطور با ایشان رفتار میکنیم یعنی آدم حساب میکنیم افرادی میآمدن می توی کلیسا اونقدر بو میدادن پنرای بودن بیرون نمی کردیم و می رفتیم محبتشون می کردیم. بعد از اینم لباس پیششا میتدیم. می, می, دادیم. می بردیم خونه اونجا واقعا به شما میگم میشستن. دوش می گرفتن لباس می دادیم که بتونیم بگیم ببین تو مهم هستی و اینطوری هدایت می کردیم که بتونم با, ما با مسیح چون جامعه ما فر میکنه به این خاطر عزیزان این غیرتی که یعنی مخصوصا در این زمان زمانی که ما زندگی میکنیم خدا میخواد همون غیرتی که درونش بود غیرت برای خانواده خانه خدا یا بدن خودش میخواد در ما به وجود بیاره یک غیرت یک دید جدیدی از کلیسا از بدن خودش خود پولس در دوم قرنتیان باب یک آیه 11 اول اول باب 11 آیه 2 میگه که زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت الهی زیرا که شما رو به یک شوهر نامزد ساخته ساختم تا باکره عفیفه و به مسیح سپارم یعنی میگه که با غیرت یعنی یه غیرتی در پولس بود که همه چی رو تمام مشکلات و تمام سختی ها رو عبور کرد گفته من همه کارا رو می کنم مثل یک باکره برای عیسی مسیح عفیف برای عیسی مسیح آماده کنم بعد از این میگه که لیکن می ترسم که چنان که مار به مکر خود هوا رو فریب فریفت همچنین خاطرش ما هم از سادگی که در مسیح است فاسد گردد درست خوندم؟ لیکن می ترسم این تمام خدمت هایی کردم همینطور که شیطان آمد هوا رو از این نقشه بیرون آورد همینطور این سادگی هنوز نفهمیدین هنوز زندگی کن تو دنیا هست اصلا معنی و کلیسا رو نفهمیدین که چقدر جای با ارزشی ما آمدیم خیلی راحت تر شما رو گول میزنه از این راه بیرون میاره نمیدونم میخواین عروس مسیح باشیم به این خاطر این موعظه همین که اسم موعظه گفتم غیرت خانه تو مرا خورده است امروز هم با نسلین صحبت میکردم این گفتم که یه جای ترجمه دیگه میگه که سوخته هست بعد اینجا خورده هست زمانی که واقعا دیگه مثل این که تمام بدن تو تمام تمام چیزهایی که در بدن تو اینجا نمیتونه تحمل کنه خودتو میخوری چون چیزها رو میبینی که درست, نه، تو درست نیستن یه کسی که غیرت خدا رو داره یه کسی هست که کس سلجوه و طبق کلام خدا میگه که خوش به حال سل کنندگان که ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد یه کسی غیرت خدا رو در داره سعی میکنه سل رو اول نگه داره و همینطور بین خواهر برادار سل به وجود بیاره چون هر مشکلی که در این بدن باشه همه بدن همه درد رو میکشن. بی تفاوت نیستم یه چیزی غیرت داره باید حتی جایی که واقعا گناه جلوی گناه بیسته یکی غیرت رو غیرت خدا غیرت برای خانه خدا داره اجازه نمیده این گوش ها بیگم پچ افراد رو بشنون بلا فاصله باید اونجا بیستی مهم نیست اون شخص رو دوست داشته باشه یا نه الان نگم اگه بگم آخه ناراحت میشه، این میشه، اون میشه، اینطوری میکنیم. فقط همینطوری این ویروس پخش میشه. بعد از یه مدت نصف کلیسا پر از ویروس شده. اخر نه، خوب نیست، باید مواظب باشیم. الان نه، علیه گناه ما باید بیسیم، اول باره با خودت باید بیسیم. جلوی گناه خودت باید اول یاد بگیریم. ما معمولا اینطوری هستیم جلوی گناه خودمون نمیگیریم، فقط جلوی گناه های دیگران تو باید این کل تو باید کل. اول که اول تو خودت رو شروع کن خودت رو تعدیب کنی تعدیب خدا رو اول بردار خودت رو زیر دیسیپلین بیار بعد از این زمانی که دیگه پاک هستی اون موقع خدا به تو اقتدار رو میده که بتونی برادر خواهر رو میگم کتک بزنی بلکه واقعا نشون بدی ببینی این گناهه این کاری که درست انجام میدید کار درستی نیست برادر کلیسا رو آلوده میکنید یک بار دو بار سه بار سه تا چهار تا برادر خواهرا بتونن به این مرد به این زن بگن یا از کلیسا فرار میکنه یا توبه میکنه بازگشت میکنه و کلیسا رو پاک نگه میداره و یاد میگیره شما باید از من یاد بگیرید شما من باید از شما یاد بگیرم فکر نکنی که شبان هستم که همه چی رو دائما باید در حال این هستم این ضربین رو وردارم ببینم چه چیزایی چه فکرهایی چه چیزایی هست من آلودگی من باعث میشه که کلیسا آلوده بشه گناه من باعث میشه که شما همینطور ضربه بخورین پس اگه غیرت دارم برای کلیسا یعنی که غیرت دارم برای ارگانیزم غیرت دارم برای خانه خدا پس اول باید روی خودم کار کنم و همینطورم جلسه ها رو ترک نکنم همینطور بیام ببینم خداوند یا شبان یا رهبر برای, برای چه چیزی خوانده شدم چه استعدادهایی در من میخوام واقعا بدونم چه میخوام خودم رو بسپارم بسپارم به بدن بدن مال من نیست بلکه من مال بدن هستم یک کسی که غیرت،, غیرت برای خانه خدا داره برای بدن خدا داره یا بیشتر بگم برای ارگانیزم عیسی مسیح داره برای خانه پدر داره اوس که همینطور اجازه میده برای لیغ نیدید تعلیم ببینه همینطور کورکتور میشه اصلاح بشه یک کسی هست که اجازه تدیب رو اجازه میده بگیم که منو تربیت کنیم من میخوام تو امثال سلیمان بیشتر از 35 بار نوشته در مورد تدیب یه کسی حتی اونجا نوشته چند تا چیزای خیلی عالی نوشته کسی که تدیب رو قبول میکنه شخص شخص حکیمی هست و اجازه بدم یعنی خدا در زندگی من کار کنه یه کسی که غیرت غیرت برای خداوند داره همینطور که قسمت هایی که گفتم که در این مشارکت زندگی میکنه و همینطور هم خودش رو سپرده به کلیسا یعنی به بدن مسیح یه کسی که غیرت برای خدا داره برای خانه خدا داره همینطور هم از طریق مالی هم حمایت میکنه یه چیز مالی چیز برحال روحانی هم هست فکر نکنید چیزی که مربوط به پول روحانی نیست برای اینجا ما که اینجا نشستیم کرایه باید بدیم هر چقدر ما بتونیم این دهه کار و چیزا رو جمع کنیم بتونیم هم دور کشورهای دیگه تو مشکلایی هستن الان زلزله های هستن امروز هم در مورد این ما پولا رو جمع خواهیم کرد اینجا استفاده میکنیم یه کسی که غیرت برای یک خانه خدا داره ده یک خودش رو با شادی میده میگه مال توست پدرجان و همینطور دنبال این هم هست که واقعا استعدادها ها عطاهای خودش رو پیدا کنه که بتونه بیشتر بیشتر به خداوند خدمت کنه بسیاری از ایمانداران ارزش خودشون نمیدانند زیرا در بدن مسیح یک پارچه نیستند گوش کردین؟ خیلی هستن ایماندارا که ارزش خودشون ارزش واقعی خودشو نمیدونن زیرا در بدن عیسی یک پارچه نیستن زمانی که سپردی اون موقع تمام گنج هایی که خدا در تو گذاشته شروع میکنه به رشد کردن یهو میبینی که چقدر کارهای عالی در زندگی چه چقدر چیزهای عالی گنجهای عالی استعدادهای عالی عطاهای عالی در تو گذاشته تا وس نشی رشد نمیکنه مشخص نمیشه من هیچ موقع تو عمرم نمیدونه فکر نکرده بودم من شبا میشم هیچ موقع زمانی که ایمان آوردم خوشحال بودم که نجات پیدا کردم و زمانی که سپردی زمانی که این غیرت برای خداوند داری برای خانه خدا خیلی اشتباهاتی کردم فقط چطور خدا قسمت به قسمت قسمت به قسمت عطا استعداد و خیلی چیزایی هست یواش تا امروز اینجا رسیدم همینطورم هم افراد دیگه هم همینطور در خاندگی خودش از کوچیک شروع میکنه فقط برحال به اونجا خواهد رسید سوال من عزیزان اینه که آیا علاقمند هستید دوست دارید که در امور پدر خود باشید آیا علاقمند هستید دوست دارید موظف باشی در خانه پدرت آیا واقعا میخوای دید خودت رو در مورد کلیسا عوض کنی که کلیسا چیز فقط برای یک شنبه نیست بلکه زندگی کردن با عیسی مسیح و مشارکت مسئولیت پذیری برای بدن مسیح مطمئن هستم زمانی که خدا این پیام رو توی قلبمون میذاره نه رو واعظی میذاره پس خدا میخواد بگه که من میخوام کمکت کنم من میخوام اینو در تو روشن کنم من میخوام دید تو رو عوض کنم و باور میکنم زمانی که الان هم وقتم بذاریم برای دعا کردن زمان جایی که توبه هست باید توبه کنیم به خدا من, من واقعا فکر کردم که فقط بیام برم کافیه برای تو در زمانی که واقعا با تمام دل توبه میکنیم میگی خداوند واقعا دل منو دید منو عوض کن از ارگانیزم تو من در تو هستم در تو در بدن مسیح هستم و اصلا من بی تفاوت بوشم اصلا امنیت نذاشتم منو ببخش دوباره شروع کن و فیض خدا امروز اینجا است دوباره اینو در تو روشن کنه و مخصوصا کسانی که از طریق یوتیوب نگاه میکنن که امروز اینجا شرکت نمیکنن مخصوصا اونها هم همینطور که واقعا بدونیم که جای جایگاه ما کجاست و که خدا بتونه واقعا دید ما رو فکر ما رو قلب ما رو عوض کنه آمین پس با هم دعا میکنیم دعا بکنیم یه لحظه همینطور چشمون ببندیم اول مهم اینه که کوتا نگاه کنی که چه تصویری از بدن مسیح داشتین واقعا فکر کردین فقط همینطور آمدن خدمت‌های خدمت های کوچیک انجام دادن رفتن آیا واقعا همین بود یا همینطور هم از آنلاین نگاه کردن اگه خدا با قلب تو مطمئن هستم اگه صحبت کرده پس میتونی جوابش بدی دعای خودت رو بکن خداوند. خداوند ممنون هستیم که روح خدا تو اینجا هستی و ممنون هستیم که هفته به هفته ما رو دعوت میکنی کی دید ما رو فکر ما رو تصویرای اشتباه ما رو خداوند تو عوض کنی روح القدس تو میدونی خداوند چقدر واقعا این سیستم این دنیا است، این دروغ های شیطانه که ما رو فریب میده و ما رو دور میکنه و چشمای خودمون رو ور میداریم از بدن تو فقط به خودمون نگاه میکنیم نیازهای خودمونه خواست خودمونه و دوباره در بدن تو گمراه میشیم بلان و الان قدس با ما صحبت کردی به خودمند کلام تو هم میگه نه با قدرته نه با قوته بلکه به وسیله روح خودست توست خداوند ما فقط میتونیم خداوند توبه کنیم بازگشت کنیم و ما رو ببخشی که بدن تو رو خداوند با زندگی خودمون آلوده کردیم نه روی خودمون کار کردیم درست همینطورم باعث هم شدیم که دیگران ضربه بخورن آلوده بشن مرسی خداوند که امروز این شما رو محکوم نمی کنی بلکه فرصت رو میدی برای توبه بازگشت و که دیده دیدمون رو درست کنیم و همینطور رو قدس خواهش من اینه که این مکاشفه یه جدیدی خداوند به تک تک ما ببخش که معنی بدن تو، ارگانیزم تو، خانه تو رو بفهمیم که واقعا ما همه جامعه مقدسین، جامعه الهی هستیم که مسئولیتی داریم. первый این پیشنهاد رو میکنم عزیزان چون مطلب خیلی مهمیه چون ما در مورد بدن مسیح صحبت میکنیم نمیخوام اگر الان بگم که بیاین جلو بلکه همینطور که احساس میکنین یا میدونی و مطمئن هستی خدا با تو صحبت کرده و به این چیزا اصلا دقت نکردی یا همینطور میگه که من میخوام واقعا یه دید جدیدی از, از،, کلیسا از بدن مسیح داشته باشم همینطور بتونیم بیستین. با ایستادگی که بگیم خداوند واقعا میخوام این غیرتی که در توست این غیرتی که باید داشته باشم خداوند الان به من ببخشیه. با ایستادگی مثل این که میگه که خودم من, من, میخوام برای بدن تو بیستم من میخوام این مسئولیت رو برای زندگی خودم جدی بگیرم و برای کلیسا همزمانم هم میتونی اگه اونجا بی اهمیت کردی یا هر چیزی که خدا نشون داد اینجا توبه کنی بازگشت کنی میخوام اعلام کنم این بخشش خداوند رو بیا روی قدس بیا خداوند خداوند همه ما میتونم بگم در قسمت هایی که پیش خداوند اونجا گناه کردیم خداوند جایی که بی شدیم جایی که بی تفاوت شدیم جایی که خداوند فقط برای خودمون فکر کردیم عیسی جلو تو شفاعت میکنم که این توبه های ما رو خداوند که با تمام قلبمون میکنیم بانو ببخش جایی که کم آوردیم جایی که خداوند ما باید این جل گناه می ایستادیم نه استادیم. جایی که اجازه دادیم خداوند حتی با رفتار خودمون کلیسا رو آلوده کنیم ای جان میدونم تو اینجا هستی ما رو ببخش و خونت ما رو پاک کن خداوند پاک کنم اینطور فکرایی که منفی برای از همدیگه داشتیم خداوند و داریم که اینم گناه خداوند ما رو ببخش که بعضی وقت که با ما صحبت میکنی میخوای تعدیب کنی ما فرار میکنیم خدا بیا تمام فکرها تمام رفتارهای ما خداوند جایی که گوشمون اجازه دادیم خداوند غیبت بشنون و همینطور هم ما هم همکار شدیم ما رو ببخش که کلیسای تو رو بدن تو رو آلوده کردیم لکه انداختیم ما رو ببخش که سجان همزمان دعا میکنم روح قدس تو الان بیای خداوند نه فقط ما رو بشوری خداوند این ایسا جان این غیرتی که تو داشتی برای برای خانه پدرت این غیرت رو خداوند میخوام خداوند من منم همینطور بیشتر و بیشتر خداوند داشته باشم خداوند دستمون بلند کنیم اگه واقعا میخوایی خداوند میخوام غیرت تو رو برای خانه تو در راستی میخوام دریافت کنم با ایمان بیا رول قدس این غیرت رو در من روشن کن این غیرت رو برای خانه تو ارگانیزم تو خداوند روشن کن شل کن که از اول خودم شروع کنم بعد از این مسئولیت برای کلیسا بردارم این دعا رو میکنیم خداوند و تو خودت گفتی که بدون شک دعا کنیم نمیخوام بگم که الان شاید بگیریم یا نگیریم چون تو گفتی به طلبید به تو داده میشه ما اینو میطلبیم خداوند که الان روشن کنی چون ما اینا در نام توی پادشاه پادشاه پادشا رب بلرباب و تو که سر این کلیسا هستی میتلبیم آمین آمین